ترسیدی؟ ببخشید الان آقای والتون میومدن و شما هنوز خواب بودید. باب ببخشید. اشکال ندارم. مدادم هم شکوندی. بلند شو. سلام میز جسی. صبح بخیر. صبح بخیر. من آمادم، بفرمایید. خب دیروز کجا بودیم؟ بذر سبزی ها. بذر سبزی ها. و اینها بود راه‌های اصلی نگهداری بذر سبزی ها. سبزی ها. بله؟ سبزی ها. با این حال بهتر است که در عمل بذرهای تازه به کار برده شود. محاذا در مورد بذرهایی که تولید مثل آنها. این کیه صبح اول صبح؟ الو؟ بفرمید، الو؟ بفرمید، خواهش کنم. بله، دفتر روزنامه زاره شیکاگو. چطور؟ آخرین شماره به شما نرسیده؟ لطفاً، خواهش میکنم. بله، فوری اسم و شماره اشتراک. بله، آقای اسمیت، شماره 39، خیابان 47، بله، شماره 5263. از سایه دستور میدم براتون بفرستم قربان. بله، خواهش میکنم. خداحافظ. پس این باب چیکار میکنه؟ باب؟ باب نیست. نیست؟ هست. کجا؟ کجا بود باب؟ کجا بود؟ اینجا بود. نه اونجا بود. نه اونجا نبود. اینجا کجاست؟ اینجا اونجا چیکار میکنه باب؟ اینجا چیکار میکنه باب؟ همه میپرسید. اینجا داشت چیکار میکرد باب؟ آها چیکار میکنه باب؟ آقای والتون روزنامه رو داشت تا میکرد برای توضیح ببره. خب بگو بیار. نه چشم. باب بلنش آقای والتون اومده. الان میاد. باب بله قربان. باز این چیه توی دهنت پسره ی الدنگ؟ آدامس قربان. یک آدامس جویدنی نشونت بدم. بذارش کنار. گفتم بذارش کنار. نمیذاری. نمیذاری کنار. نه. باز آخرین شماره به یکی از مشترکین نرسیده. بیا یه آدرسشو بگی فوری براش بفرست. برو. همش 400 مشترک داریم چسی، اما به اندازه 4000 نفر اداوتو در میارن و سر صدا را میندازن. خب کجا بودم چسی؟ ها محاذا در مورد بذرهایی که استعداد تولید مثل آنها. تولید مثلشان 3 سال یا بیشتر دوام دارد. باز دوباره کیه؟ الو. بله بفرمید. از چاپخونه است. آخرین مقاله رو دارم دیکته میکنم. بله میدم براتون بیارم. بله چی میگفتم چسی؟
تولید مثل شان 3 سال یا بیشتر دوام دارد؟ هان، دوام دارد؟ 3 سال یا بیشتر دوام دارد؟ ممکن است. آقای باتون تلگراف این معامله گنده آگهی هم سر نگرفت. باید خودم مراقبت میکردم. ولی خب چسی، آخه من که به تنهایی نمیتونم به همه کارا برسم. راستی میز چسی؟ مثل اینکه شما مجبورید چند روزی غیبت کنید، ها؟ بله آقای بالتون. خب، کی حرکت میکنی؟ یه ساعت دیگه با ترن حرکت میکنم. درد سر من زیاد میشه. میدونی دیگه، بدون ماشی کار کردن خیلی مشکله. باید با این پسره الدنگ باب تنها بمونم. چی میگفتم چسی؟ من هازا، در مورد بسرایی که استعداد تولید مثلشان 3 سال یا بیشتر دوام دارد ممکن است؟ ها، ممکن است. 3 سال یا بیشتر دوام دارد؟ ممکن است. بذرهایی را که سنشان متوسط باشد انتخاب کرد. تموم شد. مقاله های این هفتم تموم شد. بسیار خوب. همه رو بده به باب، فوری برسونه به چاپخونه. بعدش هم خودت آزادی میتونی بری. خیلی ممنون آقای بالتون. آخ چسی. منم دلم میخواست چند روز به مرخصی برم، ولی مگه من میتونم غیبت کنم؟ ها، بار همه اینجا رو دوش من تنهاییه. اداره روزنامه، آگهی‌ها، ارباب رجوع، تنها باید همه اینجا رو اداره کنم. خب اگر میبینی اونطور که باید از آب در نمیاد، خیلی تعجب نکن. ولی مراکز کشاورزی روزنامه شما رو با نهایت توجه میخونن. اما سودی رو که بعد از 20 سال انتشار حقاً باید بده، نمیده. عوض 20 سال زحمتی که کشیدم، فقط فرسوده و خسته شدم. اونقدر که دیگه به تنهایی واقعاً نمیتونم اینجا رو اداره کنم. چاره ای ندارم. باید یه پیشخدمت و یه سردبیر استخدام کنم. حالا که تو روزنامه صبح آگهی دادین، حتما خودشون رو معرفی میکنن. ولی نیست چسی. باید دید اون کسی رو که دلم میخواد پیدا میکنم یا نه. میدونی درد اینجاست که من به یه همکار عالم، فعال و باهوش احتیاج دارم. یه نفر راجع به آگهی شما اومده. میپذیرمش. برامونو، چشم. خب، میس چسی، شما میتونید برید. با امید دیدار. خیلی ممنون آقای بالتون.
بفرمین تو. آقا متشکرم. روز بخیر قربان. فرمایشی دارید آقا؟ بله اشتباه نکردم، همینجاست که سردبیر روزنامه خواستن؟ بله. شما داوطلبی؟ بله قربان. خب اول باید بفرمایید ببینم از کشاورزی چیزی سرتون میشه یا نه. بله قربان، من دانشکده کشاورزی کمتون رو در کانادا تموم کردم. خوبه. مدتی هم در مدرسه پنیرسازی سنت هیاسینت کارآموز بودم. خوب. لیسانسیه مدرسه عالی گرینیون فرانسه هم هستم قربان. خوب. شما تصدیق دیپلم یا مدرک تحصیلی هم دارید؟ بله قربان. بله. عجب که اینطور. خب میشه گفت که شما مرد دانشمندی هستید. من کوچکتر از اونم قربان. بفرمایید بنشینید. متشکرم. خب بگید ببینم، شما تا به حال برای جرایدم مقاله نوشتی؟ خیر قربان، خیر. نه اصلا عیبی نداره. شما خیلی زود یاد میگیرید. من مطمئنم که برام همکار بسیار خوبی میشید. شما با نشریه من آشنا هستید؟ راستش فقط اسمشو شنیده بودم، ولی قبل از اومدن به اینجا یک نگاهی بهش کردم. خب عقیدتون راجع به اون چیه؟ جالب توجهه. بله شکی نیست که جالب توجهه، اما اینطور که به نظر میاد نظر شما رو جلب نکرد. چرا قربان؟ چرا؟ ولی یقینا جرأت ندارید، وگرنه انتقاداتی دارید. نه قربان، باور بفرمایید. رو کراست باشید. من اونقدر احمق نیستم که از انتقاد برنجم. عقیدتون راحت پرتاب کنید، من خوشحالم میشم. آروم باشید، بگید، ریلکس، آروم، راحت، همه چی رو بگید. بسیار خوب. حالا که اینطور شد خب موضوع فرق میکنه. بسیار خوب میگم آقا، ببینید روزنامه شما علمی نیست. علمی نیست؟ یعنی در بعضی از مسائل بدون دقت کافی بحث شد. خب میدونید آقا اینجور مسائل برای مردم. بله
من میدونم که این مردم به همینم راضی هستن، ولی شما عقیده منو خواستین. البته بعضی اشتباهات هم دیده میشه. اشتباهات؟ خب البته جزئی. مثلا؟ مثلا آماری که درباره غلات دادید غلطه. چطور غلطه؟ خب با آمار رسمی منتشر شده تفاوت داره. اون تفاوت چندان اهمیتی نداره. به هر حال اون رقم صحیح نیست. اشتباهات دیگه هم وجود داره. واقعا؟ بله، برای معالجه زکام و اردک ها. شما درمانی رو پیشنهاد کردین که امروزه دیگه مردود شده. درمانی رو که من پیشنهاد کردم جواب بسیار مثبتی میده. اوه، امکان نداره، ممکن نیست. خوب گوش کنید حضرت آقا. ببینید، شما عقیده منو خواستین. البته من اشتباهاتی رو که رفعشون خیلی آسونه ذکر کردم. خیلی ممنون. بعد هم عقیده دارم که باید شکل و فرم ظاهری روزنامه رو تغییر داد. تغییر داد؟ بله بله، حتی جسارت میکنم خدمتتون عرض میکنم که باید یک تحولی در اون به وجود آورد. تحول؟ بله، ضروری قربان. یعنی میخواید بگید که من کار خودم رو بلد نیستم؟ ببخشید، هر که حرفای شما رو بشنوه همینطور خیال میکنه. ببخشید، شما بیشتر یه ربع ساعتی که دارید منو تعلیم میدید، در حالی که خودتون باید به طرز زندگی کردن رو یاد بگیرید. آقا کوچولو رو باش، همچی که 4 تا دیپلم گرفتی خیال کردی نابغه شدی. مگه من اگر میخواستم از این مدارک به دست بیارم نمیتونستم؟ مدرسه گرنیون، کارخونه سنت هیاسین. بسه، اصلا بگو ببینم تو خودت روزنامه نگاری بلدی؟ نه، من میخوام ببینم از روزنامه نگاری چیزی سرت میشه یا نه. قربان ببند اون دهن تو، هرچی بلوف زدی کافیه، من که کلا سرم نمیره. دیگم حاضر نیستم ریخته تو ببینم. دست از سر من بردار، برو هر کجایی که دلت میخواد تغییر بده، فقط از اینجا خودت و این دیپلمات دورتون رو گم کنین. قربان. بسیار خوب. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که من یه چیزی میخوای بگی؟ بله، من احتیاج به کار داشتم. وضعتون خوب نیست؟ نه، یعنی بله. چطوری خدمتتون عرض کنم؟ من که من 2 روزه که غذا نخوردم. بله بله، خوب البته پیش میاد، اتفاقه، میفته. ببینید، من به یه جاروکش احتیاج دارم که دفترمو پاکیزه نگه داره. پیشنهادمو قبول میکنی؟ بله، قبول میکنم. بفرمایید تو. آقای مدیر هستن؟ فعلا نیستن، ولی به هر حال میان. بسیار خوب، مانعی نداره، منتظر میمونم. Thank you.
یه جور عجیب و غریبی جارو میزنی. عادت به این کار ندارم. معلومه. منو برای جارو کشی تربیت نکردن. جدن؟ چطور؟ من تحصیلات عالیه دارم. تحصیلات عالیه؟ تحصیلات عالیه به چه درد میخوره آقا؟ اون چیزی که آدم بهش احتیاج داره تحصیل نیست، اعتماد به نفسه و امید، امید به آینده. شما اینجوری فکر میکنین؟ معلومه. هیچ وقت فراموش نکن یه امریکایی وقتی میخواد به هدفی برسه حتما میرسه. مثلا خود من 15 سالم که بود پادویی میکردم توی بانک تو بوستون، اما مصمم بودم که پولدار شم. کار کردم پولامو جمع کردم تا 17 سالگی. 17 سالگی وارد بیزنس شدم. احتکار. ماه اول $10,000 سود بردم. ماه دوم چطور؟ ماه دوم اسب و فر همش رو ضرر کردم. بعد داروی اختراع کردم برای از بین بردن زگیل پا. دوباره پولدار شدم. اما این بار پولامو توی تولید سرمایه گذاری کردم. تولید مرکب خشک‌کن. هایی که مرکب خشک نمی‌کردن. بعد حمال شدم. بعد حق العمل کار، متصدی آسانسور توی هتل، واکسی، راننده تاکسی، راننده آمبولانس، مأمور آگاهی، بعد امتیاز آگهی روی ابرها رو گرفتم. وقتی که همه این کارا رو کردم و هیچ کدوم رو یاد نگرفتم شدم روزنامه نویس. موفقیتی هم پیدا کردین؟ نه. راستشو بگم 3 ماهی هست که بیکارم. اما اهمیت نداره. دل سرد نمیشم. عجب انرژی داری. چی خیال کردی؟ من فعلا منتظر اون آینده درخشانم تا از راه برسه و بخوابمش. روی همین اصل اومدم اینجا تا به جای شما جاروکشی این دفتر رو قبول کنم. چطور؟ به جای من؟ معلومه. مگه شما نمیخواین این کار دست بکشین؟ نه آقا، اتفاقا برعکس، تازه مشغول به کار شدم من. عجب. پس این پستم اشغال شد. بله. بسیار خوب. خداحافظ. ببینید آقا، تو این روزنامه فقط پست سردبیر خالیه. جدن؟ بله. سردبیر؟ آره خودشه، همین پست رو قبول میکنم، میشم سردبیر. هی سب کنید ببینم، شما اومده بودید اینجا جاروکش بشید، حالا میخواید سردبیر بشید؟ چه فرقی میکنه؟ ببخشید، برای شما اصلا فرقی نداره؟ شما از کشاورزی اطلاعاتی دارین؟ من؟ تو زندگیم رنگ روستا رو هم ندیدم. با این حال میخواید پست سردبیری زاره شیکاگو رو تقاضا کنید؟ معلومه، یه همچین پستی تو دست و پا که نریخته. وقتی همچین کاری به آدم پیشنهاد میشه اگه آدم ردش کنه خیلی احمقه. اگر از شما مدرک تحصیلی و سابقه یه کار بخوان چی جوابشون میدی؟ اونش با من. البته این مدیر همچین آدم خوشخلقی نیست. در واقع آدم خودخواه و زودرنجی هم هست و تحمل شنیدن کوچکترین انتقاد رو هم نداره. متشکرم که گفتی. دارید میرید؟ بله. $10-15 پول تو جیبم هست، میرم باش یک جفت دستکش چرمی بخرم. دستکش چرمی؟ وقتی که پول تو جیبت نیست برای خرید مایحتاج و ضروریات، باید به مردم وانمود کنی که قادر به خرید چیزهای لوکس و تجملاتی هستی. دستکش چرمی، زود برمیگردم. Thank you.
جارو کشی هم بلد نیستی؟ خب منو برای جارو کشی تربیت نکردن. بسه چشم. برو بابام اومده، برین صابونتونو بخورین. متشکرم. حرفتو بزن. آقای بالکن، یه آقای مادم با شما کار داره. خب بگو بیاد تو. بلکن، چشم. روز بخیر آقا، فرمایشی دارید؟ من یکی از خوانندگان مجله شما هستم. شکایت دارید؟ شکایت؟ به هیچ وجه. من اومدم اینجا آقا مراتب تحسین و قدردانی خودم و خدمتون ابلاغ کنم. مراتب تحسین و قدردانی؟ من اومدم بهتون بگم نشریه شما آقا هیچ کم و کسری نداره. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. متشکرم. روزنامه شما آقا قابل ستایشه. یعنی چطور بگم؟ روزنامه شما قابل ستایشه. قلق میفرمایید. ابدا. روزنامه شما در نام خودش یک شاهکاره. بله. اقرار میفرمایید. به هیچ وجه. ما تو این کشور روزنامه و مجله کشاورزی خیلی داریم، اما هیچ کدوم نمیتونن با زاره شیکاگو برابری کنن. شما واقعا منو شرمنده میکنید. هیچ کدوم آقا. روزنامه شما آقا از سطر اول تا آخر نمونه ایست از روشنی و صراحت لهجه. شما خجالتم میدین. شکست نفسی میفرمایید. من همیشه با خودم میگفتم سردبیر این مجله باید آدم دانشمندی باشه. اختیار دارید آقا. من نویسنده ارجمند و صاحب هوشی بسیار بسیار سرشار. شما واقعا اینطور تصور میکنید؟ بله، روی همین اصل من از نزدیک خدمت شما رسیدم تا باهاتون آشنا بشم. این از لطف زیادی است که شما نسبت به من دارید. آخه میدونید آقا، هستن بعضیا که با وجود جهل مطلقشون به سادگی از هر چیزی که پیرامونشون میگذره انتقاد میکنن. خب باور کنید شنیدن متن و ستایش مرد با صلاحیتی مثل شما واقعا برای من دلپذیر و شیرینه. بله. من به این نکته که میگید کاملا واقفم. بله. بفرمایید ببینم. یه همچین نشریه ای باید تیراژش خیلی بالا باشه، درسته؟ از کنم خب البته باید از کنم که بیشک 500,000 تا؟ 500,000؟ نه. بیشتر؟ راستشو بخواید نه. کمتر؟ شگفت‌انگیزه آقا، شگفت‌انگیزه. آخر زاره شیکاگو یک روزنامه فنی تخصصی است. معمولاً خوانندگان اینجور نشریات خیلی محدوده. ولی به قدری خوب نوشته شده، به قدری خوب نوشته شده که همه مردم باید اون را بخونن، مگه اینکه مغز خر خورده باشن. دور از جان شما. البته من
فرمایشات شما رو تصدیق میکنم، ولی خب مردم رو هم که نمیشه عوض کرد. واقعا چیزی که مردم دوست دارن خود شما بهتر میدونید، عبارت از داستانهای جنایی پلیسی، کشف اختلاسهای خرد و کلان، دزدی، رسوایی‌های مالی، اداری، عشقی. خب شما تصدیق بفرمایید واقعا برای من دشوار نیست تو روزنامه کشاورزی یه ستون مخصوص دزدی و آدم کشی باز کنم؟ بله بله، حق با شماست، اما من فکر میکنم راههایی وجود داره تا شما به موضوعاتی که بهتون مربوط نمیشه دخالت نکنید، اما در آن واحد. البته من نظر خودم رو میگم، اشکال نداره؟ او خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. اما در آن واحد خواننده هاتون رو جذب کنید، تیراژ رو ببرید بالا. من فکر میکنم راههایی وجود داره که اینجا بشه یک تجارت گنده ای راه انداخت. شما اینطور تصور میکنید؟ واضحه آقا، واضحه. شما فقط چند شماره پرهیاهو و جنجالی چاپ کنید، تلاست که به کیسه هاتون میریزه. شاید، شاید حق با شما باشه، فقط شاید. شاید؟ شاید؟ به جنبید آقا، یالا جرأت داشته باشید، به جنبید. من مطمئنم، به جنبید، یالا به جنبید. من شک ندارم شما پیروز میشین. توی همین چند دقیقه‌ای که اینجا بودم هوش، ابتکار، فراست، دانایی، هر چه که لازمه در شما دیدم. به جنبید. از دیدار شما خوشحال شدم. ببخشید حضرت آقا. بله؟ اسم شما؟ سم، سم بروکر. آه، سم، دوست عزیزم. اینطور که معلومه شما در کار مطبوعات خیلی واردید. خب، مجبورم فرمایش شما رو تصدیق کنم. دیروز کجا بودیم؟ بذر سبزی ها. بذر سبزی ها. و اینها بود، و اینها بود راه‌های اصلی نگهداری بذر سبزی ها. سبزی ها؟ بله سبزی ها. روزنامه شما علمی نیست. علمی نیست؟ یعنی در بعضی از مسائل بدون دقت کافی بحث شد. خب میدونید آقا، اینجور مسائل برای مردم. بله بله بله، من میدونم که این مردم به همینم هم راضی هستن. ولی شما عقیده منو خواستین. بعد هم عقیده دارم که باید شکل و فرم ظاهری روزنامه رو تغییر داد. تغییر داد؟ بله بله، حتی جسارت میکنم خدمتتون عرض میکنم که باید یک تحولی در اون به وجود آورد. تحول؟ بله، ضروریه قربان. یعنی میخواید بگید که من کار خودم رو بلد نیستم؟ ببخشید، هر که حرفای شما رو بشنوه همینطور خیال میکنه. ببخشید، شما بیشتر یه ربع ساعتی که دارید منو تعلیم میدید، در حالی که خودتون باید به طرز زندگی کردن رو یاد بگیرید. آقا کوچولو رو باش، همچی که 4 تا دیپلم گرفتی خیال کردی نابغه شد. دیگه هم حاضر نیستم ریختتو ببینم. دست از سر من بردار، برو هر کجایی که دلت میخواد تغییر بده، فقط از اینجا خودت و این دیپلمات گورتون رو گم کنین. قربان، یه جور عجیب و غریبی جارو میزنی. عادت به این کار ندارم. معلومه، منو برای جارو کشی تربیت نکردن. جدا؟ چطور؟ من تحصیلات عالیه دارم. تحصیلات عالیه؟ تحصیلات عالیه به چه درد میخوره آقا؟ اون چیزی که آدم بهش احتیاج داره تحصیل نیست، اعتماد به نفسه و امید، امید به آینده. شما اینجوری فکر میکنی؟ معلومه، هیچ وقت فراموش نکن یه امریکایی وقتی میخواد به هدفی برسه حتما میرسه. شما تصدیق بفرمایید واقعا برای من دشوار نیست تو روزنامه کشاورزی یه ستون مخصوص دزدی و آدم کشی باز کنم؟ بله بله، حق با شماست، اما من فکر میکنم راههایی وجود داره تا شما به موضوعاتی که بهتون مربوط نمیشه دخالت نکنید، اما در آن واحد. البته من نظر خودم رو میگم، اشکال نداره؟ او خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. اما در آن واحد خواننده هاتون رو جذب کنید، تیراژ رو ببرید بالا.
من فکر میکنم راههایی وجود داره که اینجا بشه یک تجارت گنده ای راه انداخت. شما اینطور تصور میکنید؟ واضحه آقا، واضحه. شما فقط چند شماره پر هیاهو و جنجالی چاپ کنید، تلاست که به کیسه هاتون میریزه. از امروز آقای سمبرو که سردبیر روزنامه زاره شیکاگو خواهد بود. عجب دستکشی. این سردبیر؟ شما اعتراضی دارید؟ الو، روزنامه زاره شیکاگو، بفرمی. بله بله بله، خودم هستم. در رابطه با اون آگهی، البته من باید به شما بگم که ما سردبیرمون استخدام کردیم. بله بله، ولی خب روزنامه ما به دلیل وسعتی که داره، ما احتیاج به 7 یا 8 سردبیر دیگه داریم. میتونم بپرسم تحصیلات شما چیه؟ عجب، دندان پزشکی. اتفاقا من همیشه فکر میکردم که دندان پزشکی رابطه مستقیمی داره با کشاورزی. بله 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 بله، میتونم بپرسم که شماره پاتون چنده؟ 8.5. من فکر میکنم که 8.5 شماره پای مناسبی برای سردبیر شدنه. البته البته، بله بله، ما روزهای یک شنبه هم هستیم. بله بله، صبح یا بعد از ظهر فرق نمیکنه. بله بله، منتظرتون. امیدوارم با امید دیدار. خدا نگهدار. سلام. ترسو چیسی؟ توی؟ سفر خوش گذشت؟ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، متشکرم. باب، اون آدم ستا از دهنت در بیار، اعصاب آدم رو خورد میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب جسی، خیلی خوب. اینم به خاطر بود. متشکرم. تو چطوری باب، خوب هستی؟ ما لازم میکنی که جسی پرس نیستم. راستی جزی، هیچ میدونی از اون موقع که اینجا نبودی چه اتفاقات مهمی اینجا افتاده؟ نه، چه اتفاقای مهمی؟ اولا یه جاروکش اینجا استخدام کردن به نام آرتور، یه سیب زمینی متحرک که حتی به در جاروکشی هم نمیخوره. همین؟ معلومه که نه،
یه سردبیرم استخدام شده که سرش زیادیه، چون ایشون هم مثل مدیر ما آقای والتون خودشون به تنهایی تمام روزنامه رو می‌نویسن، به همین دلیل دبیرای دیگه نیستن که ایشون بخواد سرشون باشه. این سردبیر جدید ما چه جور آدمیه؟ چی؟ سمبرو چر؟ از اون آدمای باهوش و بانمک و زیرکه که خوب بلده چیکار کنه. خیلی ازش خوشم میاد چسی. تبریک عرض میکنم. علاوه به قدری در امور کشاورزی دست داره که بالا دستش کسی نیست. از همه بالاتره. محشر جسی. راستی؟ البته جسی. این عقیده منه. میدونی که من خیلی سرم میشه. بله. شک ندارم. جسی یه چیز دیگه این آرتور جاروکش احمق میخواست به ما اینطور بفهمونه که سمباروکر چیزی بلد نیست. خیلی من خودم این کار دیدمش. ببینم این آقای والتون مدیر ما مطالب هر شماره رو تو چه مدتی تهیه میکرد؟ اقلا 5. درسته اونم در صورتی که خیلی تند کار بکنه، به هزار تا کتاب و لغتنامه مراجعه بکنه. حالا تو فکر میکنی که مدیر جدید مطالب این شماره رو تو چه مدتی تهیه کرده؟ از سه ساعتم کمتر. خیلی عجیبه. فکرش رو بکن جسی، این اولین شماره که سمباروکر منتشر میکنه، نه به کتاب مراجعه کرده نه به لغتنامه. اومد پشت این میز روی صندلیش گرفت نشست، سیگارش رو برداشت، اینطوری گذاشت کنج لبش، روشنش کرد، قلمش رو برداشت و شروع کرد به نوشتن. جزی همینطوری نوشت و نوشت و نوشت و نوشت، 3 ساعت تموم نوشت، مثل یک دانشمند همینطوری می نوشت. قلم ورقای کاغذ سیاه می کرد، دود سیگار به هوا پرتاب می شد و اون همینطور می نوشت. روز بخیر. خواهش میکنم. استفاده میکنم. ببخشید برو. آدامس موقوف. کار شماره امروز تا حالا دارم. آرتور رفته شماره مشترکی رو به دستشون برسونه برگرد. تو سوار دوچرخت میشی یه گشتی تو شهر میزنی بیای ببینیم چه خبر. بله قربان. چشم. خانم فرمایشی دارم؟ من منشی اینجا هستم. اوه میس جسی مرخصی بودیم درسته؟ بله آقا، همین امروز برگشتم. سم بروکر از آشنایی شما خوشحالم. منم خوش... باب اینقدر شما تعریف میکرد حسابی دلشو به دست آوردیم. اما من ترجیح میدادم دل شما رو به دست بیارم. ببخشید آقا، من برم ماشین تحریر رو آماده کنم که نامه های زیادی داریم با هم تایپ کنیم. بله نامه های زیادی هست که باید با هم تایپ کنیم. بله آقا، باید نامه تایپ کنید. با اجازه. آرتور آرتور
بله آرتور. بله تو کی میخوای جارو کشی و گردگیری رو یاد بگیری؟ هیچ وقت. علتش اینه که منو برای جارو کشی تربیت نکرد. بله بله، اما منو هم کسی برای سردبیری روزنامه زاره شیکاگو تربیت نکرده بود. کردم شد. شما باید تلاش کنید، کوشش کنید تا بشه. چشم، سعی میکنم آقای بروکر. داشتم فراموش میکردم، چند نسخه از شماره امروز که از چاپخونه اومده. ببخشید. خدای من. چیه؟ چیه؟ چه چو؟ بله من یه چیزی گفتی؟ او نه قربان بابا. اما من یه چیزی شنیدم. باور بفرمایی من چیزی عرض نکردم قربان. آرتو؟ بله تو آدم فهمیده و تحصیل کرده ای هستی. اگه احیانا انتقادی، نقدی، نظری، فوشی، دشنامی چیزی... نه قربان، باور بفرمایید که هیچ انتقادی من ندارم. واقعا؟ بله واقعا، باور کنید راست میگم. عقیده خودت چیه؟ عقیده من اینه که روزنامه شما از هر حیث قابل تحسین و ستایشه. این عقیده منه. روزنامه زاره شیکاگو، بفرمایید. سلام میس فولمن، خودم هستم، سم. بله سم قدیمی، متشکرم. خوب، به قول معروف نوک لنگر گیر کرد. سردبیر، ماهی 2000 دلار. متشکرم. بله من کرایه های عقبونده رو فرستادم، شما چمدون منو برگردونید. متشکرم، منم خوشحال شدم. خداحافظ. ماشین تحریر حاضره، اگه نامه ای دارین تایپ کنم بفرمایید. نامه برای کی؟ نامه. نامه، بله نامه یکی هست. بفرمایید. از این جهت این نامه را به شما می نویسم که ببخشید عنوان نامه چیه؟ گیرندش کیه؟ بعدن از این جهت این نامه را به شما می نویسم که کتباً بهتر قادرم از عهده بیان مطالبی که شفاهن قادر به گفتنشان نیستم برایم. بله بنویسید من آن حادثه ای را نه من
آن ماجرایی را که موجب دیدار ما گشت تقدیس میکنم. تقدیس میکنم. بله، شما زیبا هستید، خیلی زیبا. به قول اون ضرب المثل خارجی، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. بله، بنویسید شما زیبا هستید و چنانچه مایل باشید تا سرنوشت شما به من وصل شود. ببخشید، این که نامه اداری نشد. چرا؟ میشه اون آستینا رو دراریم و وصل شود. بله، من شما را به عقد ازدواج خود در می آورم. دوستدار واقعی شما سم بروکر. میس جسی، فورا نامه رو تایپ کنید و به دست گیرندش برسونید. جوابش رو هم سریع برای من بیارید. ببخشید، گیرندش کیه؟ عجب، شما گیرندش رو نمیشناسید؟ منم؟ جواب؟ آقای بروکر، من برای نامه ها رو تایپ کنم. ببینید میس جسی، ببینید من آدم مصمم و بسیار انرژیکی هستم. بله بله، من توی زندگی عادت ندارم وقت خودم رو تلف کنم. معلومه، من تنها زندگی میکنم، به شما هم علاقمند هستم. مگه شما از من بدتون میاد؟ آخه نداره میس جسی، من شغل و دفتر ثابتم دارم. شما تازه اینجا مشغول به کار شدین. چه اهمیتی داره؟ کار این روزنامه میگیره. من به شما قول می... روزنامه زاره شیکاگو بفرمایید. کتاب فروشی ویلیامز 800 شماره دیگه؟ متشکرم، خدافظ. 800 شماره دیگه میخوام. قبلا چند شماره میخواستن؟ 3 شماره. بهتون چی میگفتم؟ بفرمایید. من خودم این دو تا چشم دیدم که چی باب حرف بزن. چی؟ شهر شیکاگو به هم خورده، مردم روزنامه ما رو از دست هم دیگه میقاپن. غیر ممکن. خیلی هم ممکنه. تا حالا همچین چیزی تو عمرم ندیده بودم. روزنامه فروشا چاپخونه رو محاصره کردن، تقریبا در تمام شهر مردم روزنامه زاره شیکاگو رو فریاد میزنن. حالا دیدین؟ اونا تو خیابونا وایسادن و روزنامه ما رو تفسیر میکنن. چی میگن؟ میگن در تمام عمرشون نه همچین چیزی خونده بودن نه شنیده بودن. حالا میتونیم بگیم موفق شدیم. روزنامه زاره شیکاگو بفرم. کتاب فروشی پیترسون، بله، 3000 شماره دیگه با کمال میل. 3000 شماره دیگه میخوام. 3000 شماره. این سفارش هم بگیر با سفارشی که کتاب فروشی ویلیامز بگیر. روزنامه زاره شیکاگو، کتاب فروشی مرکزی، 5000 شماره دیگه با کمال میل. 5000 شماره دیگه. اینو بگیر برو. سرکون با کتاب فروشی روزنامه زاره شیکاگو، کتاب فروشی راه آهن 6000 شماره. متشکرم. این سفارش هم بگیر با سفارش های قبلی. زود به چاپخونه برو. برو با با بارا با بارا. خب جسی، حالا چطوری؟ ماتم برده. دیدی حق داشتم به خودم اطمینان داشته باشم؟ بله کاملا حق داشتی. دیدی راست میگفتم وقتی میگفتم این روزنامه راه میفته. نه تنها راه افتاده، بلکه داره میدوه. نه تنها میدوه بلکه پرواز میکنه. جسی جان حالا نظر مایلی شریک نیک و بد زندگی من بشی؟ نه
آقای بروکه. جسی به من اعتماد داشته باش، من قول میدم، من قول میدم این روزنامه گه گرفته بی خواننده رو میبرمش به عرش. من اینجا رو تبدیلش میکنم به یک تشکیلات عظیم مثل کارخونه های خودمون، کارخونه های صابون سازی، کفش دوزی، مهمات سازی. من اینجا رو تبدیلش میکنم به چیزی مثل سلاخونه های خودمون. شما سلطان مطبوعات میشی. مایل هستید ملکه این سلطان شما باشید جسی؟ آقای بروکر، من شما رو تحسین میکنم، شما یه موجود استثنایی هستید، شما نابغه اید. نابغه؟ شاید نابغه؟ چیه؟ چیه؟ چی شده؟ آره، یکی از مشترکی میخواد با آقای سردبیر ملاقات کنه. وای، قبلا اصلا مشترکین اینجا نمیومدن. حالا وضع فرق میکنه، حالا دیگه ما موفق شدیم، مشهور شدیم، از نزدیک تشریف میارن اینجا با ما آشنا بشن. بگو بیان تو. من برم نامه ها رو تایپ کنم. من فرمایید، خواهش میکنم. روز بخیر آقا. روز بخیر. ببخشید، مدیر جدید این روزنامه شمایید؟ مدیر، سردبیر، هرچه که میل شما باشه. بله؟ یعنی همه مسئولیت ها به گردن منه. بله، ببینید آقا، من یکی از خوانندگان قدیمی این روزنامه هستم. 20 ساله که روزنامه شما رو سطر به سطر و با دقت هر روز میخورم. نظر لطف شماست. ولی این اولین باریه که قدم به اینجا گذاشتم. کمال خوشبختی منه که بار اول ورود شما مصادف شده با مدیریت من. بفرمایید، خواهش میکنم. بله؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بله، داشتم خدمتتون عرض میکردم که درباره این روزنامه من هم اینجا نه، خواهش میکنم. اینجا نه، روی مبل. روی مبل راحت تر. همینجا خواهش میکنم. مشترک دوست صمیمی روزنامه است.
به عبارت بهتر صاحب اصلی روزنامه مشترک. خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقا. خدمت به مشترک بر ما واجبه آقا. ما پیرومون اصل قدیمی هستیم که همیشه حق با مشترکه. بح. اجازه میدید برای زیر پاتون چیزی بیارم؟ خدمت به مشترک بر ما واجبه آقا. خواهش میکنم اینجا رو خونه خودتون بدونید. من فکر میکنم شما از راه دوری اومدید. پاهای نازنینتون حتما از راه دوری اومدید. آقا خواهش میکنم راحت باشید. شالگردنتونم لطف کنید. با اجازه. کلاهتونم لطف کنید. بیرون میرین سر مبارک سرما میخوره. نه خیلی. نه خیلی. آقا. خواهش میکنم. مشترک دوسته. مجلی هست. بدوقعی. صاحب اصلیه. روزنامه مشترکه. یعنی شما حتما بله. اجازه میفرمایید براتون یه لیوان نوشیدنی بیارم؟ نه خیر. یک فنجان چای چطور؟ نه متشکرم. یک لیوان آب معدنی خنک؟ نه خیر آقا. حتما قهوه رو دیگه بیارم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقا. شما باید اینجا رو منزل خودتون بدونید. باید کاملا احساس راحتی کنید. مشترک ولی نعمت ماست. من واقعا متاسفم که اینجا نمیتونیم اونجوری که باید و شاید به شما خدمت کنیم. ممنون. کاملا در خدمت شما هستیم. گوش به فرمایش های شما، به فرمان های شما. شما خیلی لطف دارید آقا. این کار شما مرا تحت تاثیر قرار میده. اما ببخشید، میتونم جسارتا یک سوالی از شما داشته باشم؟ با کمال میل. خواهش میکنم. ببخشید، اجازه میدید؟ استدعا میکنم. ببخشید، این اولین باره که شما مدیر یک روزنامه کشاورزی هستید؟ مدیر؟ من؟ بلی نه آقا، نه، من تا به حال 33 نشریه کشاورزی رو اداره کردم آقا. 33 تا یا 34 تا؟ 33 تا. 33 تا؟ بله؟ این همه؟ بله، 10 تا در انگلستان، 20 تا در آمریکا و 3 تا در آلاسکا. ببخشید؟ آلاسکا. آلاسکا. نمیدونه چه خاک حاصل خیزی داره این کشور. آه، پس شما نه تجربیات عملی هم در کار کشاورزی دارد. بله، تجربیاتی عجیب و وحشتناک. بله، منم متوجه این نکته شدم. جدن؟ بله، بله. میتونم بپرسم از کجا؟ از خوندن روزنامه شما. بله، شما تصدیق میکنید که شماره امروز ما یک موفقیت بی‌نظیر بود. موفقیت بی نظیر. بله، ببخشید من در مورد یکی از مقالات شما یک سوالی دارم. اجازه دارم بپرسم؟ گوش های من به فرمایش های شماست. قهوه میل کنید. بله، خیلی متشکرم. بله، در این مقاله عرض کنم خدمتتون که شلغم را نباید از درخت کند، زیرا این طرز چیدن شلغم باعث ضایع شدن آن می‌گردد. باید کودکی را بالای درخت فرستاد تا درخت را تکان دهد. کجاشو نفهمیدی؟ این مطلب رو شما نوشتید؟ بله آقا، خودم به تنهایی؟ خب، عقیده خود شما درباره این مطلب چیه؟ عقیده خود من؟ بله. عقیده من اینه که این مطلب کاملا صحیحه آقا. بله، من این روش رو خودم شخصا در خارج از کشور دیدم. در آلاسکا؟ بله، در آلاسکا. شما ممکنه ندونید که توی کشور ما این روش مرسوم نیست و سالانه میلیون ها تن شلغم فقط به این دلیل داره از بین میره که کال از درخت میچینن. در صورتی که اگر به روش ما عمل بکنن کافیه یه بچه رو بفرستن بالای درخت تا این درخت رو تکون بده و جلو ضایعات رو بگیره. آقا، این شما هستید که باید خوب تکون داد. بله، منو. شمایی که اعتقاد دارید شلغم روی درخت می‌روید. من شلغم روی درخت؟ به هیچ وجه آقا، به هیچ وجه.
مگه من دیوانم فکر کنم شلغم روی درخت در میاد؟ من و شما توقع نداشتم این چیزی که اونجا نوشته شده. دوست عزیز، یک اصطلاح مجازی. آقا اصطلاحیست مجازی. عجب. ببینید آقا، ببینید، کشاورزی امر بسیار بسیار پیچیده‌ایه. با روح ساده و لطیف روستایی جماعت نمیشه شوخی کرد. کشاورزی از علوم زیربناییه. کشاورزی روح انسان رو به وجد میاره، انسان رو به نشاط میاره، برای قلب انسان خوبه، مفیده. کشاورزی رو باید با دیدی کاملا شاعرانه و دقیق بررسی کرد. آقا شما به آثار قدما مراجعه کنید، افلاطون، شکسپیر، دانته، حتی تو آثار فلاسفه نوستراداموس، تمیستکولم راجع به همین شکسپیر و دانته رو ول کنید، بذارید بچسبیم به این شلغم های خودمان. بچسبیم آقا، بچسبیم آقا به شلغم. شلغم رو درخت در میاد؟ از شما توقع نداشتم. شما آقا باید به عمق مطلب دقت میکردید. من همینطور که خدمتون گفتم، این یک استعاره است. شما باید ورای کلمات رو متوجه شید، به نیت شاعر نویسنده توجه کنید. خواننده باید خیلی احمق باشه، قد خرهاندیش باشه، آقا متوجه میشه که شلغم این گیاه خیال انگیز دریایی رو باید ساقش رو، ساقه درازش رو گرفت و به آهستگی تکون تکون داد. عجب آدم حق باز و شارلاتانی هستید. ببخشید من؟ بل... شما به چه حقی به خودتون اجازه میدید خوانندگان خودتون رو مورد استهزا و مسخره قرار بدید؟ من حاضر نیستم مورد استهزا و مضحکه شما قرار بگیرم و لاتاعلات و جفنگیات شما گوش بدم. آقا جفنگیات و لاتاعلات من ببینید آقا، من باید عرضتون برسم. در دهنتو ببند آقا. شما توهینی هستید به عالم مطبوعات، این توهینیه به عالم علم. شما از گاو هم جاهلترید. ببینید آقا، شما مشترک روزنامه هستید و خدمتتون به ما واجب. روی همین اصله که من به شما هیچی نمیگم. من از امروز دیگه مشترک روزنامه شما نیستم. شما از امروز مشترک روزنامه ما نیستید؟ نه خیر آقا، نه خیر. خب اگر شما از امروز مشترک روزنامه ما نیستین، به تو چه ربطی داره تو روزنامه من چی می‌نویسن؟ شما میتونید خیلی ساده تشریفتون رو ببرید بیرون، گورتون رو گم کنید آقا. بی ادب. بی ادب. جفنگی یا لطار چاهلتر از گا چیکار داشت؟ کی؟ هیچی من تعجب میکنم. گفتم این پیرمرد رو آوردن اینجا نشوندن، بهش عزت کردم، احترام گذاشتم، بهش قهوه دادم، بعد میدونید با من چیکار کرد؟ نه چیکار کرد؟ فحشم داد. فحش داد؟ همینجوری؟ همینجوری سر یه چیز بی اهمیتی مثل شلغم. شلغم؟ شلغم. Ha ha ha!
خودشه. بله خود خودشه. پیداتون کردم. بالاخره پیداتون. آقا چه فرم ایشی دارم؟ مدتی بود که من همچین یه خورده اخلاقیاتم تند شده بود، جوری که باعث نگرانی همه اطرافیان شده بود، همه به شدت عصبی بودم، سر همه داد میزدم، فریاد میکشیدم، هر کسی رو که میدیدم به قصد کش میزدم، افلش میکردم، درب و داغون دخلشو میابردم، تا اینکه بعدن همچین یه کمی بهتر شدم. حالا همش میترسیدم که نکنه اون حال عجیب و غریب باز دوباره بیاد سراغم و دیوونگیم باز دوباره عود بکنه، که عودم نمیکرد. کم کم داشتم به خوب شدن خودم امیدوار می شدم که یه مرتبه این روزنامه لعنتی شما اومد دستم. این روزنامه لعنتی، همچی که روزنامه رو لاشو باز کردم و نگام به شفتاد، انگاری یه نفر با دو تا پچ محکم کبون تو این سرم، ای باقی بر من که حمله بروز کرد، حمله بروز کرد. نهره کشون را افتادم تو خیابون، دنبال یکی دو نفر میگشتم که بگیرم همچین لط و پارشون کنم، بزنم دختشون رو بیارم بکشمشون، چون دیگه شک نداشتم که دیوونگی برگشته سراغم. دیوونگی برگشته بود سراغم، اونه را آتش زدم، فرار کردم، سر راه هر کسی دم دستم اومد لط و پار و شل و کل و کور و کلش کردم، یه نفرم انداختمش رو درخت. گفتم خب موقع برگشتن اگه دوست داشتم یه حالی هم از این میپرسیم. یه حالی هم از اون میپرسم موقع برگشتن، تا اینکه اومدم تو شهر به خودم گفتم خب اول بذار مطمئن بشم که این همه چرندیات و مزخرفات از مغز مریض من بیرون نیومده. تا بعد این شد که اومدم اینجا. حالا بلند شو بینم. بیا این هم مال تو، بخون اینجا رو بیا. سیب زمینی ترشی. چی؟ سیب زمینی ترشی بخون. پرنده زیباییست که چی؟ بایستو بینم ترجات. پرنده زیباییست که تربیتش احتیاج به کوشش فراوان چی؟ دارد. ادامه بده بخون. من چی؟ بخون دیگه. بخون آچه من بشین بخون. تو هم بخون. میخونم. بخون دیگه. چشم در از کجا؟ بعد سیب زمینی ترشی. قفس این طیور را باید با دور کردن انبر و با سوزاندن کاغذ معطر تهویه کرد. بخون بخون. در زمستان وقتی که سیب زمینی ترشی روی تخم میخوابد باید مکانش رو گرم کرد. ببینم اینا رو تو نوشتی دیگه. تو نوشتی دیگه. تو نوشتی. بخون. مطمئنی تو نوشتی؟ بخون. ادامه بده. چند کلمه ای درباره کدو تنبل بگوییم. کدو تنبل یک قسم توت فرنگی است که بومی های آلاسکا خیلی میپسند. در ساختن بومیان بومیان آلاسکا تمشک استعمال استشمام استحمام میکند استعمال میکنن زیرا مغذی تر است و در این حال باعث چاقی هم نمیشود. کدو تنبل و کدو حلوایی و کدو قلیانی انواعی از خانواده مرکبات هستند که در جزیره یک اجازه بده. اینجا را اجازه بده. جزیره چی؟ به جنابی نمید. جزیره چی بخون؟ بخون! کامچاتکا! بخون! کامچاتکا! ادامه بده! چشم!
ادامه. در جزیره کاچامکا کامچاتکا ثمر میدهد. سابقا رسم این بود که در باغها با این گیاه آلاشیق میساختن، ولی این رسم اکنون به سرعت متروک میشود. اکنون ثابت شده است که سایه کدو تنبل چندان زیادی است. اکنون تابستان است، بوقلمون ها خاویار میریزند و بچه ماهی ها را در کنار جان بخون. تموم شد. بلنشو میچه این چیزایی که خوندی تو این روزنامه بود؟ آره؟ بود. و تو هم نوشته بود. بودی؟ نه. تو نوشته بودی یا نه؟ مطمئنی؟ مطمئنی تو نوشتی؟ بیافت بیافت آبت بگم خیلی باید ببخشید. بخواب خیلی باید ببخشید، مزاحم شدم. بنده رو نمیدونم میبخشید یا نه، واقعا نمیخواستم. خواهش میکنم. همین میخواستم مطمئن بشم که این همه ترندیات و پرندیات و جفنگیات که تو روزنامه شما اومده تراوشات مخ من نیست و تو روزنامه شما فقط اومده، که مطمئن نشدم و خیالم راحت شد که مخ من در مقابل این همه ترندیات مقاومت کرده و به هم نریخته، قاطی باتی نکردم. از این به بعدم بخواب هیچی نمیتونه باعث اختلال در مشاعر من بشه. پس من دیوونه نیستم بابا، من دیوونه نیستم. بابا من دیوونه نیستم. من دیوونه نیست. ادوار من دیوونه نیستم. من دیوونه نیستم. بالاخره یه نفر راضی از اینجا رفت. البته دیوونه که بود، دیوونه بود، اما با آرامش خاطر از اینجا رفت. به شما باید گفت دیوونه، نه اون. چطور من؟ بله دیوونه من؟ اگه دیوونه نبودی که این جفنگیاتو چاپ نمی کردی. جسی نزدیک من نیا. تا موقعی که شما اینجا هستی من پامو دیگه اینجا نمیذارم. جسی روزنامه زارع شیکاگو، بفرمایید. ببخشید آقای محترم. بله این امر توی شما، اگر اجازه بفرمایید من براتون تو آقا جان توی چاپ این چیزها نخیر. بله نخیر آقا جان. شما یه خودتی. روز بخیر. این روزنامه تو ده به دستم رسید. بلا فاصله با اولین قطار سری سه خودم رسوندم اینجا. آخه این چه دست گلیه که به آب دادی؟ چیز مهمی نیست، حل میشه.
حل میشه. من الان دارم از اتاق انتظار میام، درست به شکل خرابه در اومده، تمام در و پنجره ها خورد شدن، صندلی ها داغون شده، شیشه مرکب شکسته، همه جا رو سیاه کرده، صندلی ها شکسته، جا لباسی تیکه تیکه شده، میز برای تا آخر عمرش چلاق شده. همه اینها قابل تعمیرن. شهرت و آبروی روزنامه چی؟ اینم قابل تعمیره؟ شهرت و آبروی روزنامه که دیگه ضرر ندید. وای این دیگه از همه بدتره، تو قوه درکتم از دست دادی. اصلا تو به من بگو ببینم، چرا روز اول من نگفتی که از کشاورزی هیچی سرت نمیشه؟ کسی نفهمیده من از کشاورزی هیچی سرم نمیشه. هیچ کس، هیچ کس از نظر آقا خیش و شیار یکیست و هیچ تفاوتی با هم نداره. تو نوشتی که صدفهای خوراکی از موسیقی بعدشون میاد، تو بحث باغبانی راجع به تربیت صدف‌های خوراکی صحبت به میان آوردی، تو خوانندگانت رو به رام کردن و تربیت کرگدن توصیه فرمودی و نوشتی که چون این حیوانات پوست‌گلو بازی را خیلی دوست می‌دارن و موش‌های صحرایی را می‌خورن، پس کار پرمنفعتی. همه این چیزها خیلی جزئیه، اهمیت نداره، حل میشه. این کارا همه اینا جزئیه. نه من میخوام بفهمم اینا همه جزئیه. نکنه تو خیال داری یه شماره دیگه منتشر کنی؟ تو که هرچی مزخرف بلد بودی آقا گفتی، دیگه چیزی باقی نمونده. نخه مرخصی بسنه، تا وقتی تو پشت اون میز نشستی من از اینجا تکون نمیخورم. پشت اون میز بیرونم میکنی؟ هیچ چاره ای جز این ندارم. شوخی میکنی؟ شوخی میکنم. نکنه تو خیال کردی اجازه میدم آدم نادونی مثل تو سردبیر روزنامه باقی بمونه؟ آدم نادونی مثل من؟ مثل تو؟ آدم نادونی مثل من؟ مثل تو. کی به تو گفته من آدم نادونیم؟ کله کلم فرنگی؟ تو حق نداری؟ کله کلم فرنگی. چهارده ساکه، چهارده سال روزنامه دارم، یک نفر اینقدر مزخرفات بهم نگفته بود. واقعا هر وقت به حرفات گوش میکنم مثل این که عقل از سرم پریده، درست مثل اینکه رو کلم اسفناج سبز میکنم. رو کلت اسفناجم باید سبز بشه نخود حلوایی. کی به تو گفته روزنامه نویسی علم و اطلاع میخواد؟ ها؟ سرمقاله های اقتصادی رو کیا مینویسن؟ کسانی که $2 پول تو جیبشون نیست. راجع به مسائل محیط زیست کیا قلم فرسایی میکنن؟ صاحبان کارخانجات عظیم. سردمدار مبارزه با مشروبات الکلی کیه؟ بدمستا. سردبیر روزنامه زاره شیکاگو کیه؟ یا احمق. تو حق نداری به من احانت کنی. یه احمق. گفتم حق نداری به من احانت کنی. احمق. تو میخوایی به من روزنامه نگاری یاد بدی؟ من با اطلاع کامل به تو میگم، هرچی تخصص پایین تر، اطلاع کمتر، موفقیت بیشتر، پول بیشتری هم به جیبت میریزه. بسیار خوب، بسیار خوب. خواهش میکنم تشریف ببرید، پول بسیار زیاد و هر کجای دیگه میخوایی پیدا کنی پیدا کن، هرچی اینجا زحمت کشیدی کافیه. خواهش میکنم گورتو گم کن، از اینجا برو بیرون. من اجازه نمیدم تو منو اخراج کنی. چی گفتی؟ من خودم استعفا میدم از اینجا میرم. این رفتار شما برای من غیر قابل تحمل. برو برو بهتر. برو برو برو. خدا شاهد اگه من یک کارشناس بیقدر و قیمت بی اطلاع بودم، تو رفتارت از اینها با من بهتر بود. اوه چه کارشناس متبهری، چه دانشمندی. از چی تعجب کردی؟ از این همه دانش و تبحر. مگه من به وعده خودم وفا نکردم؟ من به شما قول داده بودم که تیراژ روزنامه رو ببرم بالا و بردم فروش. امروز یک شاهکار بی‌نظیر بود. وای با که اگه یه شاهکار دیگه مثل این نصیبم بشه فقط کلک هم کنده است. تو فقط اگر دو هفته به من فرصت میدادی تیراژ این روزنامه گد گرفته رو میرسوندم به 500,000 تا. تو فقط عقلتو از دست دادی، عقلتو فقط از دست دادی. من عقلم از دست دادم؟ هیچ وقت، هیچ وقت عقل من انقدر سالم نبوده. تو ممکن بود خواننده‌های بی قدر و قیمت زاره این کشاورزین مهندسین رو از دست بدی، اما اون وقت بعدش من بعدش چی؟ بعدش خواننده‌های جدید به دست می آوردی.
برای یه روزنامه پر از جفنگ، برای روزنامه احمق ها. معلومه؟ روزنامه احمق ها فروشش بالاست. روزنامه که توش جفنگیات خواننده داره. از نظر من روزنامه نگاری همینی که گفتم. اگه بخوای چاشنی کارت رو صداقت و امانت و دانش بکنی، آقا ورشکستگی نصیبته. یه نگاه به دوروبرت بنداز. تو بیشتر روزنامه ها رو نگاه کن چی چاپ میکنن. ها؟ جدول، مصاحبه های نمایشی، سرگرمی، چرت پرت. مگه غیر از اینه که اکثرشون سلیقه سخیف خواننده رو انگولک میکنن؟ تو قدر منو ندونستی. من تو رو میلیاردرت میکردم، قدر منو ندونستی. روی همین اصل تصمیم دارم خودم به تنهایی را همو ادامه بدم. من تنها پولدار میشم، تنها. برو برو، برات آرزوی موفقیت میکنم. برو تو گم کن پولدارشی. میرم. برو برو. بدرود بدرود ای دلم نپخته، ای کدو تنبل، ای قارچ کله گنده بدرود، بادم جان گنده بدرود، خدا نگهدار. کدو حلوایی بی خواست. چسی؟ بله آقای بالتون. کمک کن. بله. باب؟ آرتور. باب؟ آرتور. بله قربان. ها کجایی؟ داشتیم اینجا رو مرتب کنیم. اطاعت. خب چسی آماده شو برای کار. بله بفرمایید. امروز بحث ظریف بابانی برای نگهداری گلها در گلخانه باید هوای گلخانه را مرطوب نگه داریم، زیرا چنانچه هوای گلخانه خشک باشد آنگاه گلهای شما پژمرده دمی شود. بنابراین
برای خوب نگهداری از گلها باید به نقاط زیر دقت کنید. یک کجا؟ داشتیم میرفتیم اتاق انتظار، اونجا رو تمیز کنیم آقای والتون. بمونید. چی میگفتم چسی؟ باید به نکات زیر دقت کنید. یک. ها یک. اول خاک گلدان ها را باید با ظرافت سرنگ کنید. دو مقداری کود حاصل از برگ به آن اضافه کنی. آنگاه آنها را داخل گلدان ریخته سپس شاخه های گل را درون گلدان قرار دهید و سپس می توانید آنها را به آهستگی با آب‌پاش آب دهید. سپس آنها در معرض نور قرار می‌دهی و بدین ترتیب می‌توانی خاطر جمع باشی که از نور کافی هم استفاده می کند. و حالا برای آنکه چگونه هوای داخل گلخانه را مرطوب نگه داریم به نکات زیر دقت کنید.